23 روز شهریور ماه برابر با 14 سپتامبر سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک در بغداد. با اکتشاف نفت، عملیات کشف، استخراج، توزیع و فروش این ماده مهم در دست کمپانی‌های بزرگ غربی قرار گرفت و آنان بهای نفت را به میل خود تعیین کرده، منافع و مصالح تولید کنندگان را نادیده می‌گرفتند، تا اینکه در اواسط تابستان 1339 خریداران نفت قیمت این ماده را کاهش دادند. یک ماه پس از این کاهش یک جانبه، نمایندگان 5 کشور صادرکننده نفت شامل ایران، عراق، عربستان، کویت و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند و برای حفظ منافع خود در برابر اقدامات خودسرانه شرکت‌های نفتی، سازمانی به نام سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک به وجود آوردند. هماهنگی و یک نواخت ساختن سیاست کشورهای عضو و تعیین بهترین روش به منظور حفظ منافع کشورهای مزبور، تثبیت قیمت نفت خام در بازارهای جهانی با ایجاد راه‌ها و وسایل لازم و جلوگیری از تغییرات غیر معمول و زیان آور قیمت‌ها و اداره سازمان بر اساس تساوی کشورهای عضو از جمله اهداف تأسیس اوپک عنوان گردید. این سازمان در ابتدا در برابر شرکت‌های جهانی نفتی کاری از پیش نمی‌برد، ولی با پیوستن تدریجی کشورهای صادرکننده دیگر نفت از قبیل الجزایر، لیبی، نیجریه، قطر، امارات متحده عربی، اندونزی، اکوادور و گابون به اوپک، این سازمان به تدریج قدرت بیشتری یافت و ابتکار عمل را در دهه 50 خورشیدی از دست کمپانی‌های غربی گرفت. در سالهای اخیر علارغم خروج اکوادور و گابون از اوپک و کاهش سهم این سازمان در تولید جهانی نفت، اوپک همچنان نقش تعیین کننده خود را در برقراری ثبات در بازار جهانی نفت حفظ کرده است. سال 1361 خورشیدی برابر با 1982 میلادی، کشته شدن بشیر الجمیل، رئیس جمهور فالانجیست لبنان. بشیر الجمیل رئیس جمهور فالانجیست لبنان که در دو رشته حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرده بود و فرزند پیر جمیل بنیانگذار حزب کتائب بود، پس از شروع جنگ داخلی لبنان به عنوان فرمانده نظامی یک اردوگاه مسیحی انتخاب شد و از این زمان در صحنه‌های مختلف جنگ داخلی لبنان در راستای اهداف حزب کتائب عمل نمود. عمده نظرات و عقاید سیاسی بشیر الجمیل در مورد مسئله لبنان را به این صورت میتوان مورد توجه قرار داد: مخالفت صریح با حضور فلسطینیان در لبنان، مخالفت با حضور سوریه در لبنان و اشغالگر قلمداد نمودن آنها و همکاری با دولت اسرائیل. وی در ادامه ریاست شورای امنیت حزب کتائب و فرماندهی کل نیروهای لبنانی را بر عهده گرفت. بشیر الجمیل در حالی که اوضاع داخلی لبنان بسیار متشنج بود، در جریان انتخابات ریاست جمهوری به این مقام انتخاب شد. زمامداری بشیر الجمیل رئیس جمهوری لبنان تنها 21 روز به طول انجامید و پس از 3 هفته حکومت در طی یک انفجار مهیب در 35 سالگی به قتل رسید و جای خود را به برادرش امین داد. سال 1377 خورشیدی برابر با 1998 میلادی، درگذشت شیون فومنی، شاعر گیلانی.